جاهل و رقاصه داستان پدری به نام پهلوان صادقه که پیش از مرگش از آقا مرتضی با بازی بهمن مفید میخواد که مراقب دختر شیرین باشه. آقا مرتضی که گرفتار کسب و کار و رسیدگی به همسر و دخترش مریمه، از شاگردش نعمت میخواد که چند روزی رفت و آمدهای شیرین رو زیر نظر بگیره. اما شیرین که متوجه این اتفاق میشه، سعی داره چیزایی رو پنهان کنه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. برو از اینجا بیرون. گوش کن شیرین. نه تو گوش کن. من تو رو دوست نداشتم و ندارم. فقط میخواستم غرورتو خورد کنم. میخواستم کاری کنم به پام بیافتی، شب و روز نداشته باشی. این کارم کردم. ولی من تو رو دوست دارم. هر کاری بخوای برات میکنم. حاضرم سر تا پاتو تو طلا و جواهر غرق کنم. تو به این کار احتیاجی نداری. تو میتونی تو خونه بمونی و خانومی کنی. متاسفم، من نمیتونم تا آخر عمر یه معشوقه باشم. منم آینده دارم، زندگی میخوام، شوهر میخوام، منم میخوام بچه دار بشم، مادر بشم. تو اون مردی نیستی که من میخوام. چرا؟ من واسهت قسم میخورم. اگه راست میگی برو زنتو طلاق بده، بیا با من عروسی کن. نه، تو اینقدر بیرحم نیستی. چرا؟ هستم. هر وقت تصمیم گرفتی بهم اطلاع بده. ضمن شب جمعه اولین شب برنامه منه. میخوام یه سبد گل برام بیاری که تو سقف این کافر رو پر کنی. تو اولین کسی هستی که این افتخار رو بهش میدم. فیلم سینمایی غزل به کارگردانی مسعود کیمیایی محصول سال 1355. دو برادر به نام حجت و زین العابدین قرقبان جنگلن و تو تنهایی زندگی میکنن. اونا متوجه میشن که چند نفر مخفیانه درختای جنگل رو قطع میکنن. روزی حجت به دنبال مهاجمان میره و با غزل به کلبه برمیگرده. زین العابدین به غزل دل میبنده و حجت هم متوجه میشه که گرفتار عشق غزل شده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. هرچی وسط حرف میزنم تو نگات واسم علو داره. مگه تو به من چیزی گفتی که من جوابتو ندادم؟ خیلی هم خاطرتو میخوام. چیزتا؟ چی دلت میخواد؟ لباستو بشورم؟ ناخونتو بگیرم؟ گرمت کنم؟ شیر بهت بدم؟ بگو. من اینجا خیلی راحتم. دیگه نه اون میره نه این میاد، نه کسی دوام میکنه نه کسی فوشم میده. شما هم که راحتیم. من چی کارت کردم؟ دیگه هم شهر نمیرم. هفته یک کاغذ واسه بابام میدم، اونم که شما دارین میرین شهر میدین به صندوق. حرفت چیه؟ رولا چرا نمیخوری؟ مگه حقوقت کمه؟ میرم شهر، کار دارم. اگه خواستی یه سر بیا خانه ملی. میای؟ فیلم رابطه جوانی که تو سال 1355 ساخته شده راجع به فرید و لیلاست که دو تا همکلاسی هن که به همدیگه علاقه دارن. فرید یه جوان فقیره که این مسئله رو از لیلا پنهان کرده. بعد از آشکار شدن شرایط زندگی فرید، لیلا فرید رو ترک میکنه. بعدها فرید به خواننده مشهوری تبدیل میشه و با لیلا آشتی میکنه. اما این پایان ماجرا نیست. بخشایی از فیلم رابطه جوانی رو با هم تماشا میکنیم. هر پنجشنبه قبل از اینکه قرار بذاریم همین بساطی. یاره، یه عالمه پیشنهاد. آخرش هم جمع میشیم خونه تو. واسه من فقط این مهمه که با تو باشم. راستی جشن مدرسه رو که دیشب نیومدی. خیلی دلم می‌خواست اونجا بودی. آره، اونم با تمام گرفتاریای که من دارم. یعنی تو باید هر شب تلفنی با اروپا تماس بگیری؟ بهت که گفتم.
تمام کارهای پدرمو که به خارج از کشور مربوط میشه من باید اداره کنم. تلفن از دستم نمیفته. وقت مجبورم بدترین ساعتهای شب به تلفن بزنم. خدا رو شکر که حداقل تو مدرسه میبینم. چون هر وقت خورتون تلفن میکنم یه نفر میگه سلام لیلا خانم. فرید خان رفتن بیرون لیلا خانم. کار مهمی داشتن لیلا خانم. هر وقت برگشتم بهشون میگم بهتون تلفن کنن لیلا خانم. راست میگه احمق چرا اینقدر میگی لیلا خانم لیلا خانم ها؟ منم چه هر وقت بتونم به تلفن میزنم. دلم میخواست مدرسه 24 ساعته باز بود تا من هر روز مثل الان پریتون یک از لفت کرد خواهی شد. اما حیف چند وقت دیگه مدرسه تحتیل بیشتر تحتیل بشی میشتر بریم با هم بشیم. برادر آقایی برای باشید برم مسافرت چیم؟ نه بابا رسیدی گرد خیلی به همین. ایرج قادری توی فیلم بینشان که سال 1355 ساخته شده بر اثر توطئه نامزد و دوستش دچار سانحه میشه و گذشته خودش رو فراموش میکنه. داستان فیلم بینشان درباره فرار نادر از آسایشگاه و یادآوری خاطراتیه که بر اثر سانحه اونا رو به کل فراموش کرده. مرجان و رضا بیک ایمانوردی راجع به ابی جوان سر به هواییه که به اصرار برادرش کریم با دختری به اسم نسرین آشنا میشه. نسرین از پسر نابیناش مراقبت میکنه و تو کافه عباس آواز میخونه. کریم ابیو از ادامه رابطه با نسرین منع میکنه ولی با دیدن نسرین متوجه میشه که نسرین همون زنیه که سالها پیش توی بندر رهاش کرده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. پیش هر کسی اون کسی رو انداختم و رو نمیدیدم تو کجا بودی؟ وقتی شکمم بالا اومده بود و جایی رو نداشتم که بچه‌م رو به دنیا بیارم تو کجا بودی؟ من افتاده بودم هرس وسط پیغون فرستدم دنبالت گشتم. بی چیزاست که باید بهت بگم. فقط به هم بگو اون بچه پسر بود دختر بود الان کجاست؟ دستت بهش نمیرسه هیچ وقت. پس زنده هست ها؟ نه اون بچه‌ای که تو حرفشو میزنی خیلی وقت مرده. از اینکه تو رفتی اینه که از 7 سال تمام تو نکبری مثل یه سگ به دندون گرفتمش تا به اینجا رسید. غیر از این نمیتونه باشه. اینو قبول دارم. اون بچت نصری از عشق بچه تو هم بوده کریم از عشقت. ولی من ازش خبر ندارم ندیدمش دیگه. من تحملم زیاده. 7 ساله که منتظر موندم بازم میمونم چون جفتتون رو دوست دارم. فقط یه چیزی رو میخوام باهات تموم کنم. دورور ابی رو باید خیت بکشی. چی گفتی؟ اون برادر من ابی؟ آره نصری ابی برادرمه. من میدونم تو تا حالا واسه چی باهاش سر کردی.